ارتباط فروغ فرخزاد با ابراهیم گلستان از زبان کاوه گلستان. کاوه گلستان می نویسد: 12 سالم بود که فروغ در خانه ما رفت آمد داشت. برایم جالب بود. فروغ خانم جوانی بود که یک ماشین آلفا رومئوی آبی آسمانی داشت و سقفش را بر می داشت. این برایم تصویر یک انسان آزاد و رها بود. هرگاه فرصت داشت مرا با ماشین می برد شمیران می گردان. لحظاتی که در ماشینش بودم برایم تا اندازه‌ای تعیین کننده بود. رویم خیلی اثر می گذاشت. نمی دانم چرا ولی احساس آزادی می کردم. امواجی که از او می آمد امواج یک آدم آزاده بود. رابطه پدرم با او یک رابطه باز بود. چیزی نبود که در خانواده ما به عنوان یک رابطه مجهول و بد به آن نگاه شود. این دنیای بیرون بود که رابطه را کثیف می کرد. این آدم های حقیر بیرون بودند که به خاطر حقارت فکریشان نمی توانستند این اتفاق را درک کنند. عشق یکی از ساده ترین چیزهایی است که برای بشر اتفاق می افتد. آدم های بیرون بودند که با تفسیرهای مریضی که از این رابطه ارائه دادند زندگی را برای همه خراب کردند. یعنی ما اینجا می توانیم به یک رابطه سازنده عاطفی بین دو آدم در مسیر تاریخ اشاره کنیم. رابطه ای که به هیچ کس نه صدمه می خورد و نه به کسی مربوط بود. موقعی که فروغ مرد همه چیز عوض شد. پدرم به حالت عجیبی گرفتار شده بود و فضای سنگینی در خانه ما حکم فرما بود. برای من و مادرم خیلی سخت بود که بتوانیم فشار غم پدر را تحمل کنیم. آدمی شده بود که نمیشد با او حرف زد و ارتباط برقرار کرد. در خانه حضور داشت ولی انگار در این دنیا نبود. یادم میآید از پنجره اتاقم بیرون را نگاه می کردم. پایین حیاط درخت های کاجی بود که پدرم کاشته بود. هر دفعه که بیرون را نگاه می کردم پدرم را می دیدم که مثل آدم های در خواب لای این کاج ها ایستاده و آنها را بو می کرد. امواج غم دور و برش خیلی شدید بود. اگر عشق چیزیه که با مرگ روی آدم چنین اثری میذاره، پس اصلا عشق به چه درد میخوره؟ اشکال طبیعتاً از فروغ نبود، از پدرم بود که خودش رو تا این حد به اون وابسته کرده بود، طوری که با قطع این وابستگی پدرم هم زندگیش قطع شد. با اینکه پدرم بعد از مرگ فروغ آثار با ارزشی داشت، اما من دیگه به عنوان یک انسان زنده به اون فکر نکردم. تا اونجا که به من مربوطه، پدرم هم با مرگ فروغ مرد. Thank you.
Thank you.
Thank you.